اینجا خیابان شهید رجایی شهر کرمان است و اینان روزه‌دارانی هستند که فریادهایشان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برخواسته از صفای دل و عمق آگاهیشان است. به نظر شما حضور گسترده همه اقشار مردم توی راهپیمایی چه اهمیتی داره؟ اتحاد و همبستگی مسلمان ها رو نسبت به همدیگه نشون میده و باعث میشه که یک قوت قلب و اعتماد به نفسی برای مسلمان های فلسطین باشه که دارن با جون و خون خودشون میجنگن تا شهر و کشور خودشون، دیار خودشون رو حفظ کنن. شما حضور پیدا کردین اینجا؟ وظیفه دینی و شرعی ما بود که در این راهنمایی شرکت کنیم. میخواین چی رو نشون بدین؟ چی رو ثابت کنین به جهانیان؟ به جهانیان میخوام ثابت کنین که مردم ایران همیشه حمایت میکنن مردم فلسطین. مادر جون چرا امروز گل آوردین با خودتون؟ به خاطر هدیه کنم به مردم فلسطین، به خاطر شادی دلشون. انشالله پیروز بشن، با همین دست گل بریم به استقبالشون. ملت مظلوم فلسطین بیش از نیم قرن هستش که در تحت سلطه و یوغ و ستم اسرائیل قرار داره و این وظیفه ماست که در به نوعی حمایت خودمون از مقاومت اونا اعلام بکنیم. عنوان وظیفه اون هست، عنوان ایرانی، عنوان مسلمان که از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنیم، اولین کاری میکنیم حضور در راهپیمایی ما هستش که وظیفه اصلی ما. امروز ما مردم کرمان جمع شدیم با حضور خودمون در صحنه ثابت کنیم که ما میتونیم پشتیبان خوبی برای مردم فلسطین و حزب الله لبنان باش. بله آقای خسروی و همکاران خوبم در شبکه خبر، همطور که شما حضور مردم عزیز کشورمون در استانهای مثل ایلام، یزد، یاسوج و جاهای دیگر رو از صبح امروز تا به حال به تصویر کشیدید، در کرمان هم شما گوشه هایی از حضور مردمی رو دیدید که از جگرهای خون مردم مظلوم فلسطین خبر دارن و نگاه های نگران کودکان و زنان و مردان فلسطینی رو درک میکنن. همه اینها امروز برای حمایت از مظلومیت فلسطین و فلسطینیان به صحنه اومدن. آقای خسروی، ما سرودی رو هم همکاران عزیزمون آماده پخش دارن، نمیدونم فرصت پخش اون رو به ما میدید؟ اگر لطف بفرمایید به من بگید که دوستان من این سرود رو پخش کنن، یعنی که فرصتمون تموم و باید خداحافظی کنم. خواهش می‌کنم، اگر خیلی کوتاه باشه مشتاقانه هم میبینیم و هم میشنویم. خب من صدای همکارم آقای خوب دست تو سنگی، بهر وطن تا پای جان مردانه می جنگی، از جان گذشته فکر آزادی قدسی تو، با دست خالی قهرمان مردانه می جنگی. الله اکبر، دشمنت نابود می گردد، الله اکبر، کشورت آزاد می گردد، الله اکبر، حق و پیروزی
تشکر میکنیم از همکارانمون در استان کرمان که پوشش مناسبی رو از روز حماسه جهانی قدس در استان کرمان خدمت شما بینندگان محترم ارائه کردن. اما سری میذاریم به همکارانمون در استان سیستان و بلوچستان و همکار خوبم جناب آقای حاجی نژاد. سلام عرض میکنم و بعد از ظهرتون بخیر. بنام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاری گرامی جناب آقای خسروی، همه همکاران عزیزم در شبکه خبر هم عرض سلام دارم و همینطور خدمت مردم غیرتمند و بزرگ ایران اسلامی هم سر تعظیم فرود میاریم و سلام عرض میکنیم خدمت همه اونها. امروز مردم روزدار استان سیستان و بلوچستان با حضور گسترده خودشون در روز جهانی قدس ثابت کردند اگرچه از لحاظ مسافتی از سرزمین‌های اشغالی دور هستند، اما درد جدایی پاره تن اسلام رو از اعماق وجود خودشون احساس می‌کنند. امروز روزداران تشیع و تسنن استان سران دول اسلامی رو به حمایت عملی و گسترده از فلسطین فراخواندند. راهپیمایان سیستانی و بلوچستانی تاکید کردند فلسطین سپر جهان اسلام هست در برابر تمام جهان کفر و استکبار جهانی، و بیشک اگر مقاومت 60 ساله مردم فلسطین نبود، اسرائیل جنایات خودش رو از نیل تا فرات در تمام جهان اسلام به صورت گسترده گسترش میداد. بله، همکاری گیرم خدمتتون عرض کنم که خبرنگاران ما هم امروز به میان مردم و راهپیمایان رفتند و گزارش هایی رو تهیه کردند. تقدیم حضور شما و ملت بزرگ ایران میکنیم. مردم استان سیستان و بلوچستان امروز اعلام کردند مادامی که جنایات اسرائیل پایانی ندارد،
حمایت مسلمانان از مردم فلسطین هم بدون حد و مرز ادامه خواهد داشت. مردم فلسطین احساس بکنن پشتوانه دارن از طرف حداقل مردم ایران و بقیه مسلمانان، فکر می‌کنم کفایت میکنه که بدونن که کسی از پشت ممکنه که نتونن با اسلحه و مهمات برن به جنگ اسرائیل، ولی با همین که میان حضورشون رو در صحنه اعلام میکنن خودش مشتیه بر دهن اسرائیل و آمریکا. مسلمه که راهپیمایی مسلمانان در سراسر